افراد باهوش تمایل دارند دوستان کمتری داشته باشند هرچی شخص باهوشتر باشه دوستاش و گزینشی انتخاب میکنه ضمنا هیچ دوستی نداشتن بی نهایت مذره به اندازه کشیدن 15 سیگار در روز یا بیش از حد خوردن تنهایی سه ممیز هفت دهم سال از عمر رو کم میکنه در طی زندگی با حداقل 396 نفر رفیق میشیم در گذر زمان به 36 تاشون خیلی نزدیک میشیم و فقط 6 تاشون تا آخر عمر رفیق باقی میمونند وقتی عاشق میشین حداقل دو تا از بهترین رفقاتون از دست میدین. مسافرت سلامت مغز رو بیشتر میکنه و خطر حمله قلبی و افسردگی رو کاهش میده. زندگی تو خونه با پنجره های روبه آب باعث آرومتر، شادتر و خلاقتر شدن افراد میشه. هرچی ما شادتر باشیم به خواب کمتری نیاز داریم. برای موفقیت نیاز پرخواب نباشیم و برای رفع پرخوابی به شادی نیاز داریم و برای دستیابی به شادی بی زحمت ترین کار تماشای فیلم و سریال و کلیپ باید مفرحه مردم وقتی از لحاظ فیزیکی خسته هستند صادقتر میشن به همین علت که افراد در گفتگوهای آخر شب راحتتر اعتراف میکنند طبق مطالعه دانشکده سلامت یل افرادی که کتاب میخونند به طور متوسط دو سال بیشتر از اونایی که اصلا کتاب نمیخونن عمر میکنند کتاب کاغذی بهترین کتاب و کتاب الکترونیکی بدترین کتاب برای سلولهای بدنه مردم وقتی سرشون شلوغه شادتر هستند چون مشغول شدن به انجام کارهای مختلف مانع میشه که به چیزای منفی زندگی فکر کنن امکان دسترسی سریع به اطلاعات به عنوان مثال داشتن اینترنت باعث میشه شما سختتر بتونید اطلاعاتی که خوندین رو به یاد بیارین هرچی روش رسیدن به اطلاعات سختتر باشه امکان یادآوریش آسونتر میشه به همین علتی که اطلاعاتی که از تجربه های شخصیمون به دست آوردیم و هرگز فراموش نمیکنیم انجام دادن کارهایی که ازشون میترسین باعث میشه شادتر بشین همچنین بازی کردن ویدیو های ترسناک و باعث میشه بچه ها بتونن توی زندگی ترس رو به خوبی مدیریت کنن چیزی که ما میپوشیم روش رفتارمون رو تغییر میده تنگ و گشاد بودن لباس رنگش و نو و کهنه بودن همه و همه مغز و رفتار ما رو کنترل میکنه برخی مطالعات آمریکایی نشون داده خانوما غالبا از آقایون عصبانی تر هستن اما آقایون بیشتر از خانوما دوست دارن که عصبانیتشون رو از طریق رفتار خشن بروز بدن طبق مطالعات احتمال اینکه فرد چاق بشه 57 درصد بیشتر میشه اگر که رفقای چاق داشته باشه افراد از نحوه خوردن کسایی که دورورشون هستن اثر میپذیرن یه انسان معمولی در آمریکا در طی عمرش 35 تن غذا میخوره فکر کردی واسه مهمونات سنگ تموم گذاشتی 35 تن غذا کجا و یکی دو وعده مهمون کردن شما کجا مهمونی که یه دنیا از میزبانت ممنونی تشکر بابت یه وعده غذا کجا و تشکر از خالقی که 35 تن غذا بهت خواهد داد کجا تا حالا خیلی درباره کارها و چیزهایی که سلولهای خاکستری مغز و از بین میبرن شنیدین اما بدانید و آگاه باشید که یاد گرفتن چیزهای جدید باعث افزایش سلولهای خاکستری مغز میشه شما میتونید یه خانم عاشق خودتون کنید صرفا با وانمود کردن اینکه به چیزی که داره میگه بسیار علاقمند هستین خانوما ها شنونده های شیدا رو خیلی دوست دارن زن و شوهری که برای چیزای احمقانه و کم اهمیت با هم دعوا میکنن بیش از سایر زوجین به هم دیگه اهمیت میدن فقط راه گفتگوی بدون دعوا رو بلد نیستن و باید فارسیکا تماشا کنن افرادی که به آسونی خجالت میکشن نسبت به دوستان و همسرشون وفادارتر خواهند بود بی هیا وفا نداره سایز امضای شما ارتباط مستقیم با اعتماد به نفس داره هرچی امضای شما بزرگتر باشه نشان دهنده بزرگی اعتماد به نفستونه از غذا و قدر و چرخش روزگار همین بس که افرادی که شما رو دست کم میگیرن و به حساب نمیارنتون بعدا بهتون نیاز پیدا خواهند کرد خودتون رو برای اون روز آماده کنین فردی که بیش از همه شما رو خوشحال میکنه همونیه که توانایی اینو داره که بیشترین میزان آسیب و بهتون بزنه مختلفی داره که مهمترینش اینه که شما انتظارش ندارین اون این کارو بکنه اصل قافلگیری اگه هدفاتونو به هیچ کس نگین و مثل یه راز در قلبتون نگه دارین احتمال اینکه به اون هدفها برسین خیلی خیلی بیشتر میشه تا اینکه به دیگران بگید میخواید چیکار کنید اگه آمال و آرزوهاتون بگین به صورت ناخودآگاه انگیزتون برای رسیدن بهشونو از دست میدین افراد باهوش همیشه خودشون و مهارتاشون رو دست کم میگیرن در حالی که احمقها ها فکر میکنن نابغه هستند. دنیا پر است از این نابغه ها که زمام امور روزمره اون باهوش ها رو هم اتفاقا در اختیار دارن فقط یه کامنت یا نظر منفی بابت کاری که میخواین انجام بدین کافیه تا اثر محرک و انگیزشی هفت نظر و رأی مثبت از بین بره چون مغز چیزای بد و راحتتر به خاطر میاره وقتی برای مصاحبه شغلی میرین کسی که وسط وسط ها باهاش مصاحبه میشه نباشین چون مردم معمولا اولین و آخرین چیز بهتر به خاطر میارن یکی از این دوتا باشین یا اولین نفر یا آخری زود رسیدن به مصاحبه و صحبت کردن 20 دقیقه با غریبه هایی که مثل شما منتظرن باعث میشه با محیط بیشتر احساس راحتی کنین و اعتماد به نفستون بالاتر بره مردم خلاق تر میشن وقتی که به بهشون پولی پرداخت نشه نسبت به زمانهایی که بابت همون کار پول میگیرن اگه میخواین خلاقیت افراد به اوج برسه بهشون درصدی از درآمد پول بدین و نه حقوق ثابت علت لجنزار ارگانهای دولتی همینه داشتن قدرت زیاد باعث میشه به دیگران کمتر اهمیت بدین آزمایشات زندان استنفورد نشون داده موقعی که افراد در موضع قدرت قرار میگیرن قضاوتشون درباره احساسات دیگران از روی حالت چهره بدتر میشه و توان فکرخانیشون کاهش پیدا میکنه این موضوع میتونین در روش رفتار مسئولین قبل و بعد از رسیدن به قدرت به خوبی دریابید یه حقه روانشناسانه مردم بیشتر در میخوان از چیزی که کمتر وجود داره بریتیش ایرلاین در سال 2003 پرواز لندن نیویورک رو دو بار در روز داشت اما نمیتونستن فروش خوبی داشته باشن پس اومدن و پرواز رو به یه بار در روز کاهش دادن بدون اینکه قیمت بلیت رو کاهش بدن یا در نحوه خدماتشون تغییری ایجاد کنن بلیت ها در روز بعد به طور کامل فروخته شد کم بوده منابع باعث افزایش تقاضا شده بود متاسفانه از این حربه اکثرا در ایران استفاده میشه فکر می‌کنین میکنین ایران خودرو و سایپا نمیتونن به اندازه نیاز بازار خودرو تولید کنن؟ چرا میتونن؟ اما الان رکود اقتصادیه با کاهش تولید هم قیمت رو میبرن بالا و هم تقاضا زیاد میشه در تمام زمینه ها و کالاها همین روشه وقتی احساس تنهایی ناامنی یا یأس میکنین یه راه حل اینه که به خودتون بیشتر نگاه کنین آروم میشین به وسیله آینه یا دوربین سلفی موبایل افراد غمگین و ناکام بیشتر از بقیه تلویزیون تماشا میکنند و با این کار که منجر به سوزوندن عمر و وقت میشه بر ناکامی خودشون اضافه میکنن بهترین روش برای اینکه مردم دوستتون داشته باشن این نیست که بهشون کمک کنین اینه که اجازه بدین اونا بهتون کمک کنن بهش میگن اثر بنجامین فرانکلین میدونین بهترین روش برای برنده شدن در یه مباحثه چیه از طرف مقابل سوال بپرسین این کار باعث میشه حریف متوجه نقص در استدلال و منطقش بشه روش محمود احمدی نژاد هر زمان احساس افسردگی کردین برین همون و خودتون و محیط زندگیتون رو تمیز کنین مطالعات نشون میده مرتب کردن جلوه ظاهری زندگی باعث مرتب شدن و سلامت ذهن میشه شما هرگز نباید چیزی که طرف مقابل موقع عصبانیت بهتون گفته رو فراموش کنین چون حقیقت قطعی که آشکار شده همونه و نه چیزایی که بعدا با زبون بازی بهتون میگه حقیقت پنهان درباره ارتباط با خانم اینه که اگه دنبالشون بری نادیده گرفته میشی و اگه نادیده بگیریشون دنبالت میان خانوما هم از تعقیب کردن آقایون سخت الوصول خوششون میاد. منطق هیچ وقت نمیتونه بر احساسات پیروز بشه. بسیاری از افراد هرگز از تصمیم گیری و عمل کردن بر اساس احساساتشون دست بر نخواهند داشت. حتی اگه 24 ساعت شبانه روز باشون منطقی حرف بزنی اگر نوک پاهای کسی که داری باهاش حرف میزنی به سمتت نبود نشون میده به گفتگو باهات علاقه ای نداره رهاش کن اگه در اروپا و آمریکا زندگی میکنین باید بدونین طبق مطالعات همراه داشتن یه سگ باعث میشه جنس مخالف راحت تر راقب به آشنایی با شما بشه شخصیت شوهر میتونه ظاهر و قیافه زن رو تغییر بده شوهری با ذهن باز که خلق خوی مناسب و سازگاریش با زنش رو از دست نمیده و اجازه میده زن از زندگی لذت ببره باعث میشه پوست همسرش نرم و صافتر آری از آکنه زیبا و جوانتر بشه وقتی دارین سعی میکنین کسی و متقاعد کنین مطمئن بشین که طرف نشسته و شما سر پا ایستادین این پوزیشن باعث میشه که سریعتر شما رو باور کنن زود به زود دیده شدن میتونه کاری کنه که طرف مقابل شما رو همین جوری که هستین بپذیره و دوستتون داشته باشه از این واقعیت میشه در دو جا استفاده کرد اگه از قیافتون خوشتون نمیاد روزی چندین بار خودتون رو تو آینه و مخصوصا جلوی دوربین ورانداز کنین از خودتون فیلم بگیرین و بشینین تماشا کنین اگه میخوان یکی دیگر رو عاشق خودتون کنین سعی کنین روزی چند بار جلو چشمش باشین یا اینکه از شبکه های اجتماعی استفاده کنین و از خودتون فیلم بگیرین و آپلود کنین مردم شما رو بارها میبینن و حتی اگه قیافه داغونی داشته باشین عده پیدا خواهند شد که واسه رسیدن به شما سر و دست بشکنن وقتی گروهی از افراد میخندند به صورت ناخودآگاه هر کدومشون به کسی که باهاش احساس نزدیکی میکنه و دوستش داره نگاه میکنه یه جوک تعریف کنین و ببینین کی روی کی کراش داره اگه همیشه رفقای بدی انتخاب میکنه کنین اشکال سجاست یا خیلی حرف میزنین و مگس های دور شیرینی برای بهره بردن از امکاناتی که دارین دوستتون میشن یا لباسی که میپوشید اشتباه و مخالف خصوصیات اخلاقی خودتونه و باعث میشه افراد نامناسب جذب شما بشن و یا اینکه به چیزی که رفقاتون تو مکالمهشون میگن توجه نمیکنین هر چیزی که رفیقتون درباره آدمای دیگه به شما میگه عین همونو از شما به دیگران میگه اگه از بقیه جلوی شما بد میگه از شما هم جلو یه بقیه بد میگه و بدترین آدم برای شیر کردن رازهاست بهترین رفقا درباره ایده ها و آینده حرف میزنن رفقای متوسط درباره اتفاقات روزمره میحرفند و بدترین رفقا درباره دیگران صحبت میکنن وقتی با فرد جدیدی ملاقات میکنین مقداری احساس خجالت و تنش دارین اگه تصور کنین که از قبل این فرد رو میشناسین حیام مثبتی به ذهن مخابره میشه و راحتتر میتونین گفتگو و برخورد داشته باشین افراد با اعتماد به نفس پایین 80 درصد بیشتر از دیگران انتقاد و اونا رو تحقیر میکنن دفعه بعدی که یه آدم قرقرو دیدین بدونین اعتماد به نفسش پایینه براش اشک تمساح بریزین و ازش جداشین بر طبق اثر تماشاچی وقتی تصادف یا اتفاق ناخوشایندی میفته هرچی تعداد نفرات حاضر در پیرامون واقع بیشتر باشه احتمال کمتری وجود داره تا یکی بیاد جلو و به شخص آسیب دیده کمک کنه این مسئله درباره اکثر مشکلات جامعه هم صدق میکنه مثلا وقتی کل جمعیت کشور درگیر گرونی میشن کسی پیدا نمیشه که گام مثبتی برداره تا بقیه هم منتفع بشن و همه مثل تماشاچی فقط ماجرا رو نظاره میکنن ولی اگه فقط حقوق کارگران یه کارخونه یه کوچیک مشکل داشته باشه کارگرها و کارمندای همون کارخونه احتمال اینکه دست به اعتراض بزنن تا به خواستشون برسن بیشتره اگه کسی بیادبانه به شما خیره شد به کفشاش خیره بشین این کار طرف و و عصبانی میکنه افراد بیشتر شبها تمایل به گریه کردن از خودشون نشون میدن چون کمبود خواب باعث میشه کنترل احساسات سختتر بشه لذا یکی از راههای واضح برای خوب شدن حال و گریه نکردن اینه که بخوابین اکثر مردم در زندگیشون محدودیت های مختلفی رو تجربه میکنن نه به خاطر ناتوانیشون بلکه به خاطر ترس از شکست و همینطور خجالت کشیدن اگه ترس و خجالت نبود چه کارها که توسط بشر انجام نمیشد خوب چه بد دخترهایی که رابطه خوبی با پدر برادر عمو و داییشون دارن نسبت به بقیه اکثر اوقات در مود و حالت خلق خوی بهتری هستند موقع انتخاب همسر به این نکته توجه داشته باشین ما بهتر عمل میکنیم وقتی که مردم ازمون انتظار بیشتری داشته باشند یکی از علل موفقیت مالی بیشتر مردا بعد از ازدواج همینه مدرسه هوش شما و بچه‌هاتون تست و تقویت نمیکنه مدرسه فقط حافظتون قوی میکنه استعداداتون در مدرسه شکوفا نمیشه بلکه برعکس میمیره نیاز به مدرک در حال حاضر اجتناب ناپذیره صبح که متعلق به مدرسه است لذا اجازه ندین بعد از ظهرهای گرانبهای بچه‌هاتون بیهوده تلفشه شه تنها زمانی که برای تقویت هوش و کاراییشون در زندگی واقعی دارن همینه احتمال پس دادن کیف یا ساک گم توسط کسی که پیداش میکنه بیشتر خواهد بود اگر که عکس یه بچه توش باشه جلوی دید مغز شما موقعی که پیرامونتون درخت یا گیاه باشه ترکیبات شیمیایی ترشح میکنه که باعث تقویت قدرت تفکر مغز میشه در همه روش های درمانی روانشناسی قدم زدن در باغ هم وجود داره اگه حال و حوصله بیرون رفتن ندارین هسته میوه که میخورین و توی ظرف ماست یا آب معدنی بکارین ظرف یه سال کل خونتون میشه سبز وقتی مردم میدونن کسی داره بهشون نگاه میکنه بهتر عمل و رفتار میکنن به نظر میرسه یکی از راههای جالب برای سرعت بخشیدن به تولید یا مهربونتر کردن کارمندا و ارباب رجوع اینه که دوربین با قابلیت ضبط صدا در سراسر شرکت اداره و سازمان نصب بشه و عده چهارچشمی تمام شیفتای کاری مراقب کارمندا و کارکنان باشند و جریمه های تنبیهی مناسبی هم وضع بشه تحقیقات نشون میده شورش ها بیشتر در هوای گرم اتفاق میفته تا هوای سرد هرچی هوا گرم تر باشه احتمال ارتکاب جرم توسط مردم بیشتره دعواهای خانگی هم در گرمای تابستون و تغییر فصل در اوایل بهار بیشتر اتفاق میافته. تصمیمات شما منطقی تر میشه اگر که تو ذهنتون اونا رو به یه زبان دیگه مرور کنین مثلا به زبان انگلیسی ترکی عربی یا هر زبان دیگه ای که بلدین جز در مواقع لزوم بیش از حد کامل جلوه نکنین. بهتر تر از دیگران ظاهر شدن همیشه خطرناکه اما خطرناکتر اینه که هیچ اشتباه یا ضعفی نداشته باشی حسادت دشمنی پنهان ایجاد میکنه علاوه بر این حسودا با بدگویی از شما دوستاتون رو به دشمن تبدیل میکنن هوشمندانه اینه که نقصاتون رو آشکار نشون بدین و اقرار کنین که عیبهای بیضرری دارین تا بتونین حسادت و حسود رو منحرف کنین تا از شرشون در امان بمونین چه بسیار انسانها که به خاطر حسادت دیگران از کار اخراج شدن و چه بسیار که به خاطر حسادت زیر خاک نخوابیدن اگه میخواین یه خانم رو با خودتون حسابی صمیمی کنین یه راز از خودتون رو بهش بگین اعتمادش به شما بیشتر میشه و وقتی یه خانم به کسی اعتماد داشته باشه در حضورش راحتتر و در نتیجه صمیمیتر خواهد بود رازی که براتون اهمیتی نداره بگین نه رازی که فاش شدنش براتون گرون تموم میشه هیچ وقت بیشتر از رئیستون ندرخشین مخصوصا جلوی رقباش از کارمندای همون شرکت یا رؤساش از ادارات و ارگانهای بالاتر ممکنه واقعا باهوشتر و کاراتر از رئیستون باشین اما اگه این موضوع رو بفهمه احساس ناامنی میکنه این احساس ناامنی میتونه کار دستتون بده ادای باهوشتر از رئیس رو در نیارین تا بتونین پیشرفت کنین اگه فردی که با ارباب رجوع یا مشتری سر داره روبروی محلی که ارباب یا مشتری وای میسه و حرف میزنه یه آینه بذاره اونا بهتر رفتار خواهند کرد و مشتری خوبی میشن چون هیچکس دوست نداره خودش ببینه و بفهمه که چه آدم مزخرفیه چه بخواین چه نخواین مردم شما رو بر اساس عکس و فیلمی که تو شبکه اجتماعی گذاشتین میذارین و خواهید گذاشت قضاوت میکنن بیزینس و رفتار دیگران با شما بر اساس همین عکس ها و فیلم شکل میگیره قبل از ارسال پست جدید خوب به این موضوع فکر کنین یه توصیه یک میلیون دلاری به خجالتیا. پوشیدن لباس‌های روشن مثل سفید یا آبی روشن لباس و کفش تازه و زیبا اعتماد به نفستون رو بالا میبره کوتاه و اصلاح شدن موی سر و ریش اعتماد به نفستون رو بالا میبره استفاده از ماسک‌های طبیعی سفید کننده مثل ماسک ماست یا پوست خیار با زیبا کردن پوستتون اعتماد به نفستون رو بالا میبره حرف زدن اعتماد به نفستون بالا میبره حتی اگه چرت و پرت باشه خرید یه گوشی بهتر اعتماد به نفستون رو بالا میبره داشتن پراید حتی دست دوم بیشتر از پیاده بودن براتون اعتماد به نفس میاره با چشمان کاملا باز برید به سمت انجام دادن تصمیماتی که شما رو بیشتر میترسونه چون در اغلب اوقات همین تصمیمات ترسآور هستن که باعث میشن رشد کنید طبق مطالعات برای داشتن عمر طولانی و سلامتی بیشتر وجود روابط خوب مهمتر و موثرتر از ورزش کردنه روابط خوب با پدر مادر و خواهر برادر در زمان مجردی و بعدش و رابطه خوب با همسر و بچه ها بعد از ازدواج راز جذب هر خانومی اینه خانوما جذب مردی میشن که اونا رو میخندونه و آقایون جذب زنی میشن که بهشون میخنده اگه میخوای شخصیت یه آدم مثل همسر آینده، رفیق، شریک، همکار یا کارمندت تست کنی واضح هم ببینی چجور آدمیه بهش قدرت بده. مردم وقتی قدرتمند میشن کارهایی میکنن که شما رو شگفت زده خواهد کرد. اگه زن گیرت نمیاد بخور شکلات. اگه خاستگار نداری بزن بر بدن شکلات. طبق تحقیقات لذت و شادی که خوردن شکلات به انسان میده نه تنها با لذت عشق برابری میکنه بلکه از لذت گوش کردن به موسیقی یا بر شدن توی قرعه کشی هم فازش بیشتره اگر مکررا از یکی انتقاد کنین به خاطر دوست داشتن چیزی که شما دوست ندارین اونا از دوست داشتنش دست نمیکشن از دوست داشتن شما دست میکشن 80 درصد خانما سکوت و به عنوان ابزاری برای نمایش ناراحتی انتخاب میکنن پس اگه خانمتون اخیرا دیگه مثل سابق حرف نمیزنه از خوشحالی قند تو دلتون آب نشه یه جای کار میلنگه یا بابت موضوعی از دستتون ناراحته یا دست از دوست داشتن شما برداشته به حرفش بیارین و مشکل رو بفهمین آواز خوندن چه تو هموم به شرط نبودن گلنار چه بیرون نوعی تمرین برای قلب ریه ها و شکمه که با آزادسازی اندورفین باعث میشه حس خوبی پیدا کنین اگه برونگرا باشین 20 سال بعد بیشتر بابت کارهایی که انجام ندادین حسرت خواهید خورد و اگه درونگرا باشین بابت کارهای اشتباهی که کردین بیشتر پشیمون میشین زن و شوهری که یکیشون یا هر دو قند خون پایینتری دارن احتمال بروز اختلافشون بیشتر از زوجینیه که قندشون نرمال یا بالاست قند خون پایین باعث زودرنج شدن و عصبانیت سریعتر میشه طبق بررسی ها احتمال اینکه عشق اول پایان خوشی داشته باشه و به وسال بیانجامه فقط یک درصده اما اگه به وسال ختم بشه حسابی خوش میگذره اگه از دست پدر مادر یا همسرتون شاکی هستین که چرا شما رو درک نمی کنن؟ باید بگم بی خود شاکی هستین شما موجودی منحصر به فردین و نگرش منحصر به فردی دارین و هیچکس تونه عین چیزی که شما میبینید و ببینه پس انتظار درک شدن کامل نداشته باشین وقتی نوع نگاه عوض بشه فکر عوض میشه وقتی فکر عوض بشه اخلاق عوض میشه وقتی اخلاق عوض بشه عمل تغییر میکنه وقتی عمل تغییر کنه نتایج تغییر میکنه اگه میخوای نتایج زندگیت عوض بشه باید اول نوع نگاه تو عوض کنی انسانهای منفی باف که بهشون سخسیاه گفته میشه برای هر راه حلی مشکلی جور میکنن منفی باف ها سرعت عمل شما رو میگیرن و شما رو از تجربه کردن منع میکنن در حالی که موفقیت بعد از تجربه کردن اتفاق میفته خیلی امنه اگه کشتیتون رو همیشه تو بندرگاه نگه دارین. اما کشتی برای موندن تو بندر ساخته نشده افراد وقتی دارن از علایقشون حرف میزنن فرد مقابلی که داره گوش میده رو جذابتر میبینن اگه میخواین دختر مورد علاقتون رو به دست بیارین تا مامان بچه ها بشه از همین روش استفاده کنین ازش درباره چیزایی که دوست داره سوال بپرسین و در حالی که فعالانه دارین گوش میدین و حرفاشو با سر یا کلام کوتاه تایید میکنین به چشماش هم خیره بشین و لبخند بزنین اگه این رو تو جلسه خواستگاری تو خونه باباش انجام بدین بله رو گرفتین حتی اگه بیپول پول و یه لاغبا باشین وقتی یه خانم با صدای بلند میگه چی؟ در اکثر اوقات منظورش این نیست که نشنیدم چی گفتی دوباره بگو بلکه داره بهتون فرصتی میده تا چیزی که گفتین رو تغییر بدین و بیشتر از این گند نزنین به اوزا باسن خیلی مهمه نشستن روی جسم سفت و سخت افراد و سختگیر و غیر قابل انعطاف میکنه افرادی که روی صندلی های سخت و خشن میشینن در مذاکرات هیچ انعطافی از خودشون نشون نمیدن ایران باید از این حقیقت در مذاکراتش با کشورهای دیگه استفاده کنه. باید دم باسنشون رو ببینه. برای نماینده های کشورهای مخاطب باید صندلی راحتی بیارن. خودشون هم باسنشون رو روی صندلی راحتی نذارن تا کشور رو به باد فنا ندن.